بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم شاگردان عزیز امیدوارم که خوب و خوش باشین جلسه قبلی که ما با شما کیمیا عضوی را آغاز کردیم مقدمه کیمیا عضوی خواندین و تعریف کیمیا گفتیم که علمی که از مرکبات کاربون هایدروجن و مشتقات از او بس بکنه او رو به نام کیمیا و یاد میکردین به خاطری که اساس کیمیا و انصر کاربن بود ما در این بخش میخواییم که ساختمان الکترونی و سوی انرژیکی کاربون بخونین کمی معلومات در مورد کاربون پیدا بکنین کاربون دارای نمبر اتمی 6 و وزن اتمی یا نمبر کتلی اتمی 12 می باشه که اگر ما و شما این آرایش الکترونی کنن که در سینف دهو خواندین میشه 1s2 2s2 2p2 کاربون آرایش الکترونی در حالت عادی یا غیر فعال همین قسمه 1s2 2s2 2p2 اما کاربون با حالت تحریک شده را اگه ما شما مد نظر بگیریم میشه 1s2 2s1 2p3 یعنی چی مفهوم داره یعنی همیشه در حالت تحریک شده کاربون یک الکترون از ما قبل آخر یک الکترون میبازه میده به ای به پی میده میشه دو ایس یک میشه دو پی که بیشتر کاربون در حالت غیر فعال یا عادی سی دو اما در حالت تحریک شده میشه سی آر چار پس ما این رقم گفته میتونه ما دو تا اصطلاحی داریم که به نام آینایزیشن و اکسایتیشن آینایزیشن وقتی میگیم وقتی که اما انصور ما چی باشه آیونی بشه یعنی وقتی که الکترون داد و گریفت بکنه یا الکترون به بازه یا بگیره او چه کار میشه او آیونی میگم اما تریک شده یا اکسایتشن به چی میفهم؟ ما مقدار انرژی به الکترون میدیم اما به اندازه زیاد نیه که الکترون از مدار خارج بکنه پس او حالت هر میگم حالت تریک شده که پس ایت به صورت ساده تر میتونیم بگین بیشتر کربن در مرکبات عضوی به چی قرار داره به تریک شده یا فعال شده. یاد میکنین اما کاربون در مرکبات غیر عضوی چارچ یا نمبرها ها اکسیدیشن مثبت یا منفی فیشار به خود میگیره که قبلا به شما گفتیم در تمام مرکبات عضوی کاربون رابطه ای که داره رابطه اشتراکی و رابطه کووالانسی داره که در این روابط میتونه زنجیرهای طویل زنجیرهای کوچک القاها کوچک و بزرگ بسازه به صورت عموم اگر ما و شما انواع روابط اشتراکی نظر به تعداد الکترون هایی که به اشتراک میگذارن تقسیم بندی بکنیم به سه دسته تقسیم میشه رابطه اشتراکی یگانه دوگانه سگانه که کربن میتونه در امی حلقه های کوچک و بزرگ کارون با کربن میتونه رابطه یگانه داشته باشه که رابطه اشتراکی یگانه یا ساده یاد میکنه توسط یک خط نشان داده میشه رابطه اشتراکی دوگانه در این کوچک و بزرگ گفته میتونه کربن رابطه دوگانه داشته باشه که توسط دو خط نشان داده میشه و رابطه اشتراکی سگانه که توسط خ... نشان داده میشه ما میتونیم که رابطه اشتراکی نظر به, نظر به تعداد الکترون هایی که به اشتراک گذاشته میشه اینو تقسیم بندی بکنیم حتی میگه ما میتونیم رابطه یکونی من داریم در حلقه بنزین که به حالت ریزونانس این چی مفهوم داره ببینین حالت یکونی ای به این رقم شکل میگم این رابطه یگانه میگن اما این رابطه دوگانه میگن روابطی که در حلقه ها بیشتر حلقه بنزین نفتالین انتراسین موجوده و او روابط رو میگم یکونیم به چی مفهوم این رابطه به نام رابطه سیگما یاد میکنن قیمت از چند قیمت از که؟ اما او رابطه دگر میگم رابطه نیم میگن پسیت گفته میتونیم که روابطی که در های بنزین و نفتالین وجود داره اونا رو میگم حالت بین یگانه و دوگانه حالت بینی یگانه و دوگانه میشه حالت قیمت از چند میشه رابطه قیمت از میشه یکونیم که این حالت ریزونانس دارم بیشتر با صحبت میکنه انرژی یکی از خصوصیات عمده ای کاربون اینه که انرژی و انرژی کارون با کربن رابطه یگانه است انرژی و چه اندازه به هر مول میشه 360 کیلوژول میشه یا 360 کیلو جول بر مول اگر بیایم ما شما در مورد ایزوتوپ های کربن صحبت بکنیم اول بیایم ایزوتوپ تعریف بکنیم ایزوتوپ میگفتیم که پروتون های مساوی نیوترون های مختلف یا میگفتیم نمبر اتمی یکسان وزن مختلف باشه که دقیقا شما به این شکل ها میتونیم بفهمین کربن ببینیم اما پروتون های نمبر اتمی اینا شیشه اما وزن یک دوازده یک سیزده یک چارده به صورت عموم کربن دارای بیشتر از 15 تا ایزوتوپ داره ایزوتوپ طبیعی و مصنوعی اما ایزوتوپ های طبیعی از 12 و 13 و 14 که با سباترین ایزوتوپ های کربن کربن 12 و کربن 13 می باشه با سباترین از اونها 12 و 13 که بازش 14 در بعدن صحبت میکنین فیس انتشار کربن 12 در طبیعت 98.93 98, فیصده اما کربن 13 فیسد انتشاریو در طبیعت میاد سفر اشری صفر عزیز من یک چیزی به شما یادآوری بکنم که ما و شما چاپ سزده نواده نور میخونیم یعنی کتاب های جدیدی که چاپ شده این فیصدیه های وگر نه در چاپ های قدیم فیصدی کربن بوده نواده شری اشری اشتاده نو فیصد یا مثلا کربن سیزده یک یازده یا سفر اشاری یازده که نوشته بوده اما سهی و امینه کربن دوازده فیزدی انتشار در طبیعت شری اشاری 93 فیزد و کاربون 13 یک شریه سفر هفت فیصده ما گفتم با ترین ایزیوتوب های کاربون کاربون چند و چنده کاربون 12 و 13 در طبقات بلند اتموسفیر یک کاربون دگم داریم که بی ثبات کاربون چنده کاربون 14 که ایر به نام رادی ایزی هم یاد میکنن این چی رقم ساخته میشه در طبقات بلند اتمسفر در نتیجه تعاملات هستوی زمانی که نایتروژن با نیوترون تعامل بکنه میشه چی کاربن 14 و هیدروژن درسته پس در کجای ساخته میشه در کربن در طبقات بلند اتمسفر اگر بیم در مورد نصف طول عمر کاربن 14 صحبت بکنیم نصف طول عمر ازی هست 5730 سال این نکته ای که در داخل کتاب آماده امی کاربون 14 وقتی که در نتیجه تششوی ویتامین سی به چی مبدل میشه به نایتروژن یعنی چی به چی مفهوم یعنی زمانی که از کاربون 14 یک ویتامین فی یعنی یک الکترون خارج بشه به چی مبدل میشه به نایتروژن مبدل میشه که شما اگه خواسته باشیم برای حل سوال از این خواسته باشیم شما تفکیک بکنیم از چهار جواب ببینیم میرا میتونه ما این ب... ای... محصول از این ما چکار بکنیم پیشگویی بکنیم 14 جمع یک میشه 15 14 جمع یک میشه 15 7 جمع صفر میشه هفت شیش جمع یک میشه هفت پس هنمی شما که تکمیل توازن از ایر داشته باشه یک تامول هنمون میشه جواب از ایر میتونه تو به این سیق بدیم چارده میشه چارده جمع صفر میشه چارده هفت منفی یک میشه شیش تا پس از اینجایی فهمیدیم وقتی کاربون چارده یک بیتا از او خارج بشه یعنی تششو بکنه به چی مبدل میشه به نایتروژن حالت بعدی گفته که نسبت تعادل کاربون 14 بر کاربون 12 که نسبت تعادل از اینا ثابت قیمت از یست در منفی این به چی نام یاد میکنم؟ این تست کاربونی یاد میکنن از این به چی استفاده میشه؟ این نصف طول عمر اشیا یا اجساد دریافت میکنن نصف طول عمر اجساد یا اشیایی که از چند سال تا چند سال قدامت داشته باشه از 15 تا سی هزار سال قبل اما با دقت ده فیصد ما ما چکار بکنین از این تست استفاده بکنین خب شاگردای عزیز در این بخش میخواییم که در مورد ولانس کاربون و تشکیل رابطه صحبت بکنین شما در سینف دوم تعریف ولانس خواندیم که می گفتیم ولانس از کلمه والنتیا به معنای ظرفیت گرفته شده دو تا تعریف آوردم به شما میگه که قوه اتحاد اتم های عناصر ولانس یا میگیم که ولانس یک عنصر یا یک اتم به تعداد روابطی که یک اتم تشکیل داده میتونه به تعداد روابط از او ارتباط میگیره به چی مفهوم مثلا ولانس کارون بگیم چاره کاربون دارای دو سویه انرژیکیه نمبر اتمی کاربون 6 مدار اول دو تا الکترون میگیره مدار دوم 4 تا الکترون میگیره اگر ما خواسته باشیم این 4 تا الکترون در ساختمان لویس لویس الکترون های مدار آخر عناصر مثل یک مکعب فرض میکرده مکعب دارای چند تا رسه دارای 8 رسه قاعدی اوکتی اگه یاد شما باشه 8 الکترونی شدن مدار آخری عناصر دوست دارن تا به حالت اوکتید برسن ما اگه خواسته باشیم 4 تا الکترون کاربون در رسهای ای مکب ما بنویسی می رقم شکلی ببینیم کاربون چهار تا الکترون دیگه ضرورت داره تا به حالت اکتید برسه یعنی چهار تا رابطه دیگه برقرار کرده میتونه پس به این مفهوم ما میتونیم بگیم که والانس کاربون چنده والانس کاربون چاره یا میتونیم ساختمان لویس به نام ساختار نقطه‌ای هم مشهوره یا ساختمان نقطه‌ای مربوط به لویس می باشه در تمام نظر به همین تعریفایی که گفتیم در تمام مرکبات عضوی کاربون دارای چند رابطه داره چهار رابطه اشتراکیه با عناصر دیگه از قبیل هیدروژن اکسیژن نایتروژن و عناصر دیگه برقرار کرده میتونه تا به اکتید برسه یعنی مدار آخری به 8 تا برسه مشبوع بشه در داخل کتاب چند نکته آماده که اصلا اینا رو انشالله بعدا هم باز بیشتر میخونین و شما قبلا صحبت کرده بودین که کارون میتونه رابطه یگانه رابطه دوگانه و رابطه سگانه داشته باشه درسته که از اون مثال از که میتونه ما بگیم اسم از ای چیه ایتلینه ایتلین ساختار از این رقم شکلیه یعنی کاربون با کاربون رابطه چنگانه بین از اینو برقرار شده رابطه یگانه داره نکته ای که در داخل کتاب آماده میگه که علمای نجوم یعنی ستاره شناسان باور دارن که ست زحل چی تشکیل داده ایتان مایه این نکته مهمه ما شما گفتیم که کارون میتونه رابطه دوگانه برقرار بکنه که این مثال از این میتونیم در ایتلین خاندان الکین سیدو ای چهار به نام ایتلین یا ایتین یاد میکنم یعنی رابطه کارون با کارون میتونه چی باشه؟ رابطی دوگانه باشه ایترین به شکل هورمون در اکثر نباتات به طور مشخص در بادنجان رومی موجوده مثلا فرض بکنیم وقتی که بادونجان رومی میرسه این هورمون تولید میکنه ایترینه و او یکی که چکار نشده اونایی که هنوز نرسیده هورمونا بالای از اینا نشست میکنه و باعث رسیدن او بادنجان رومی دگه میشه که ما میتونیم از چی استفاده کنیم به شکل هورمون از ایترین استفاده بکنیم ما با شما گفتیم که کارونا تا میتونه رابطه سگانه داشته باشه که مثال از اون میتونیم در اسیترین بگیم اسیترین فرم مالکولی و سی دو دوه اما فرمول ساختمانی و این رقم شکلیه یعنی بین اتم و کاربون میتونه رابطه چنگانه برقرار باشه رابطه سگانه برقرار باشه میگه که چند نکته که داخل کتاب آماده در چراغ‌های مدن شناسی از یک سنگ به نام سنگ کلسیم کارباید از این استفاده میکنن باعث تولید این روشنی میشه ما شما اگه همین کلسیم کارباید با آب تعامل به این. چی تولید میشه اسیترین و کلسیم هایدروکساید یعنی در اثر هایدرولیز کلسیم کارباید چه کار میشه اسیترین حاصل میشه و کل های دروکساید هم تنشین میشه در داخل زر در این بخش میخواهیم که به شما تعداد هایدروژن در یک مركب چی رقم میتونیم تشخیص بدیم نظر به این مشخصات که ما شما اینجا گفتیم در تمام مركبات عضوی کاربون چند رابطه اشتراکی برقرار میکنه؟ چهار تا برای دریافت تعداد هایدروژن رو حل ساده وجود داره مثلا ما خواسته باشیم تعداد هایدروژن در این مركب پیدا بکنیم ببینیم همین کاربن چهار اطرافی رو بعد شما چکار بکنیم نگاه بکنین همین کربن دارای یک رابطه چند رابطه دیگه برقرار کرده میتونه که اکتید بشه ما به شما بگفتون چهار تا در کل یعنی یک دار صد تا دیگه هم رابطه بعد بگیره که بشه اکتید به جای هر رابطه میتونیم هایدروژن بدین ببینیم این ای اگه خواسته باشین شما دریافت کنین یک رابطه اینجی داره دو رابطه اینجی پس چند تا رابطه دیگه گرفته میتونه تا چهار تا بشه یک دیگه که به جای این میتونیم چی بدیم هایدروژن اگه خواسته باشیم تعداد هایدروژن این کاربن شما پیدا بکنه میگیم این کاربن یک رابطه اینجی قسمت داره دو رابطه اینجی پس در کل چند تا رابطه دیگه گرفته میتونه بازم یکی اگه خواسته باشه ما این کربن تعداد هیدروژن دریافت بکنه میگیم یک رابطه به این قسمت داره سه رابطه به اینجی پس هیچ چی هیدروژن دیگه نمیگیره به خاطر که چهار از این کامله و کربن آخر شما اگر دقت بکنین کاربن دارای سه رابطه پس چند تا هیدروژن دیگه میگیره میشه یکی ما میتونیم که در این داخل تمرین از این سوال اومده که این مرکب میگه چند تا هیدروژن عکس میکنه همین مثالت به پایین میکنیم می نویسیم که از ای... مثلا این کاربون خاص باشه ما دریافت کنیم تعداد هیدروژن میگیم سه داره یک هیدروژن دیگه میگیره که بشه چهار تا یک رابطه میگیره به جای هر رابطه شما میتونیم هیدروژن بدین هی کاربون چهار تا رابطه داره پس هیچ جای نمیگیره این کاربون یک اینج یک اینج یک اینج سه تا داره یک رابطه دیگه برقرار میکنه که بشه چهار تا این کاربون سه ست... یک دو تا اینج یک اینج میشه سه تا یک رابطه دیگه برقرار میکنه این کاربون دو رابطه به این قسمت داره دو رابطه به این قسمت پس هیچ جای دروژن نمیگیره یا هیچ رابطه دیگه نمیتونه این برقرار بکنه و کاربون اخره که شما اینجا میبینین کاربون دارای دو رابطه در اطراف هزی اما چند تا دیگه رابطه برقرار کرده میتونه دو تا دیگه رابطه برقرار کرده میتونه و این روابط میتونیم پایین بدین بالا بدین به هر قسمتی که خواسته باشین خب شاگردای عزیز امیدوارم که از این جلسه شما استفاده کرده باشین تا جلسه بعدی شما رو به خداوند منان من میسپارم